این هفته آموزش نظامیان با واقعیت مجازی، رایانه‌های مقوایی و پرواز. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. خونه نشینی ناشی از همگیری کرونا در سراسر دنیا باعث شده که رادیو دوباره محبوب بشه و حالا فناوری به اون اجازه میده که به هزاران ایستگاه رادیویی در سراسر دنیا دسترسی داشته باشید. این بستر که حاصل همکاری دو شرکت طراحی تعاملی و مؤسسه سمی بصری هلنده حالا 5 ساله شده، حسابی رشد کرده و به همه کانال‌های رادیویی که به صورت آنلاین درخواست بدن اجازه عضویت میده. راستش ما صرفا داریم از رادیو اینترنتی استفاده میکنیم که فناوریش مال عهد بوغه. همه این کانال‌های رادیویی پخش اینترنتی دارن و ما فقط به این کانال‌ها وصل میشیم و میذاریمشون تو این بستر و پخششون میکنیم. رادیو گاردن شنوندگانش رو ترغیب میکنه که ساعت‌ها کاوش کنند. شما رو به نقاط مختلف میبره و میتونه تو این وضعیت آرامش بخش باشه. پارسال وقتی ایتالیا تو وضعیت خیلی بدی بود و خیلی ها مریض بودن و داشتن میمردن، حسابی اونجا معروف شدیم. دکترهایی که داشتن از بیماران مراقبت میکردن برامون سلفی میفرستادن که واقعا تکان دهنده بود و خیلی خوب نشون میداد که رادیو گاردن چطور روی مردم تأثیر میذاره. در حالی که بیشتر ما برای این ور اون ور رفتن از وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس یا خودرو استفاده می کنیم، یکی از که از یک وسیله خیلی باحال برای جابجایی استفاده می کنه. همکارم اسپنسر کلی در دیدار با او این وسیله رو آزمایش کرده. ریچارد خلبان آزمایشی ارشد گراویتی اندستریزه، استارتاپی که معتقده بالاخره جت پک رو عملیاتی کرده. او همکنون در راه گودوود در انگلستانه. سال 2016 بود که این ایده به سرم زد که آیا میشه پرواز رو با اضافه کردن حداقل تجهیزات از نو اختراع کنیم و از مغز و بدن برای پرواز به یه شیوه غیر عادی استفاده کنیم. هیچ منطقی نداشت. به نظرم فقط یه ایده جالب رسید. قراره با این یه دور بزنم؟ توصیه هم داری؟ راستش شبیه تماشای دوچرخه سواری یاد گرفتن یه بچه است. چون اگه دوچرخه رو برای کسی که تا حالا ندیده تشریح کنی، خیلی مبتکرانه و پیچیده و سخت به نظر میرسه. اما تجربه ما نشون میده که اگه کار رو بدیم دست تعادل داخلی مغز، ماشین و انسان میتونن خیلی عالی با هم کار کنن. اینم شبیه اونه. خب الان باید این مهار رو تنت کنیم. این مهار به بهترین شکل ممکن تو رو به این کوله وصل میکنه. اگه استراب داشته باشی و زیادی بهش فکر کنی خیلی سخت میشه. راه رفتن و ایستادن به مراتب سخت‌تر از اینه که یاد بگیری با این پرواز کنی. پس راحت باش و لذت ببر. جت پک نسبتاً دلهره آوره و با اینکه نسبتاً سنگینه، جزئیات زیادی نداره. 2 تا دوربین روی هر دست و یکی هم روی پشت. همین. خب اون ته رو نگاه کن، ماشه رو میبینی؟ سعی کن با سفتیش عیاق شی. آره متوجه شدم. بالا که رفتی وقتی این رو فشار بدی حس میکنی که موتورها به مرور دور برمیدارن. با این انگوش میتونی قدرت رو بیشتر کنی و با اون یکی هم کمترش کنی. هر بار که فشار بدی رانش به اندازه 2-3 کیلومتر بیشتر میشه. ایده اینه که متوجه تعادل جانبی و چرخشی بشی. اما اولش بالاخره یه خورده هولت میده این ور اون ور. اما وزنت رو که بندازی روش میبینی که چیز خاصی نیست.
راستش خیلی ترسناکه، چون هم قدرتش رو حس میکنم و هم حرارتش رو در اطرافم. گازوئیلش برای حدود 10 دقیقه کافیه که من احتمالاً همش رو نهایتاً چند سانتیمتر بالاتر از زمین طی میکنم. دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ راستش رو بخوای خیلی هم خوب بود. محشر بود. نمیدونم فقط به خاطر آدرنالین، وحشت مطلق یا هیجان یا چی، ولی به نظر ریچارد سرگرمی کاربرد اصلی خواهد بود. فرض کنید دارید مسابقه جت پک روی دریاچه رو نگاه میکنید. اما در سپتامبر 2020 ریچارد به سرویس آمبولانس هوایی پیوست تا نشون بده که بهیارها چطور میتونن در مناطق صعب العبور لیک دیستریکت خیلی سریع خودشون رو به مجروحین برسونن. از خدمات آمبولانس هوایی با من تماس گرفتن و گفتن تحلیل ها نشون میده که در موارد زیادی اگه بتونن خودشون رو با این وسیله سریع از ماشین به محل برسونن خیلی مفید خواهد بود. این شد که رفتیم اونجا و آزمایشش کردیم. نتیجه اصلی این بود که در مواردی که پیاده 25 دقیقه تا مجروح راه بود، من فقط تو 90 ثانیه به محل رسیدم. البته این اصلا عجیب نیست، چون ریچارد 2 بار موفق شده رکورد گینس برای بیشترین سرعت با استفاده از جتپک تحت کنترل بدن رو بشکونه. جتپک سر و صدای زیادی داره، کاربردی نیست و گرونه، اما حالا دیگه واقعیه. این هفته یکی از دستیاران سابق رئیس جمهور پیشین آمریکا گفته دونالد ترامپ ممکنه در ماه‌های پیش رو شبکه اجتماعی خودش رو برای رقابت با توییتر راه اندازی کنه. ایلان ماسک اعلام کرد از حالا به بعد میشه ماشین‌های تسلا رو با ارز رمز بیت کوین خرید. و گروه تلسکوپ افق آینده تصویر بهبود یافته ای از نخستین عکسی که سال 2019 با این تلسکوپ گرفتن منتشر کردند. تصویر جدید سیاه چاله و میدان مغناطیسی اطرافش رو با وضوح بیشتری نشون میده. این هفته همینطور فیسبوک تلاش هکرهای چینی برای هدف گرفتن اویغورهای بیرون از این کشور رو کشف کرد. این شبکه اجتماعی گروه موسوم به چشم شیطان رو مسئول این اقدامات معرفی کرده. به گفته فیسبوک، هکرها با شبیه سازی سایت‌های ترک زبان محبوب اویغورها اقدام به پخش بدافزار کردند. دسترسی به فیسبوک در چین ممنوعه. سلک ابزار همکاری تیمی برای شرکت‌ها مدت کوتاهی بعد از اینکه از خدمات ارسال پیام مستقیم کاربران به افرادی از شرکت‌های دیگه رونمایی کرد، ضمن عذرخواهی بعضی از امکانات این خدمات رو حذف کرد. گفته شده امکان ارسال پیام همراه با دعوتنامه برای استفاده از سلک ممکنه کاربران رو در معرض آزار و اذیت و پیام‌های ناخواسته قرار بده. نینتندو و نایانتیک شرکت سازنده پوکمون گو اعلام کردن به طور دراز مدت برای ساخت اپ‌های واقعیت افزوده با هم همکاری خواهند کرد. اولین محصول اونا بازی جدید موبایل واقعیت افزوده پیکمینه که قرار امسال وارد بازار شه. و در آخر محققین در چین راهی پیدا کردن تا دارو رو از طریق ربات‌های میکروسکوپی به مغز موش برسونن. این ربات‌ها با پوششی از باکتری ایکولای از طریق جریان خون به مغز موش میرن. با این کار سیستم ایمنی رو گول میزنن تا بهش حمله کنه و در جریان این روند داروی ضد سرطان و ربات حامل اون رو جذب کنه. نتیجه این تحقیقات در مجله ساینس روبوتیکس منتشر شده. واقعیت مجازی مسیر پردستاندازی رو طی کرده. قرار بود همه چیز رو متحول کنه، اما هنوز که هنوز اونطوری که باید و شاید به سرمنزل مقصود
نرسیده. هرچند در برخی از حوزه‌ها مثل فیلم و بازی و کنفرانس ها پیشرفت های چشمگیری داشته. در حوزه آموزشی هم خوب پیشرفت کرده. مثلا در برخی از کشورها نیروهای نظامی دارن ازش خوب استفاده می کنن. اینجا پایگاه هوایی هانینگتونه، جایی که یکی از یگانهای نیروی هوایی سلطنتی قرار یک سامانه جدید واقعیت مجازی رو آزمایش کنه که توسط یک شرکت فناوری کوچک بریتانیایی ساخته شده. تام کانستبل کسیه که این فناوری واقعیت مجازی فعلا آزمایشی رو طراحی کرده. تام در سال 2018 با راه اندازی شرکتی مشغول ساخت ابزارهایی بر پایه هدست آکولوس ریفت برای آموزش نیروهای نظامی شد. من قبلا در نیروهای نظامی خدمت کردم و مدرک طراحی بازی‌های رایانه‌ای دارم. وقتی این چیزا رو کنار فناوری‌های جدیدی که اون موقع داشت عرضه می‌شد گذاشتم، متوجه شدم که آموزش با واقعیت مجازی کاربرد نظامی واضحی داره. در سال 2020 شتاب دهنده دفاعی و امنیتی دولت بریتانیا اعلام کرد که از فناوری واقعیت مجازی شرکت تام که سافتک نام داره در یک دوره آزمایشی استفاده خواهد کرد. ما اومدیم که شاهد همون دوره آزمایشی باشیم. نتیجه این دوره مشخص میکنه که نیروهای مسلح بریتانیا از فناوری واقعیت مجازی تام استفاده خواهند کرد یا نه. دوره آموزشی تموم شد و حالا وقت حمله است. بیشتر ما فقط توی بازی‌های ویدیویی ممکنه تیر بخوریم، اما برای این تفنگدارها هدف گلوله قرار گرفتن میتونه یک مسئله واقعی جدی باشه. اونا نیومدن تو این فضای واقعیت مجازی تا بازی کنن، اما نرم افزاری که برای خلق این تجربه استفاده شده از بازی تأثیر گرفته. ابزار آموزش واقعیت مجازی تام روی نرم افزاری به نام موتور آنریل بنا شده که به دست سازندگان بازی محبوب فورتنایت نوشته شده. این بستر به توسعه دهندگان امکان میده تا با استفاده از قطعات پیش ساخته فضاهای مجازی سه‌بعدی درست کنند. چیزی شبیه فیزیک در بازی‌های رایانه‌ای که باعث میشه گلوله‌ها به شکل درست حرکت کنند. یه جور مبلمان قابل مونتاژ برای نرم افزار بازی. مزیت موتور آنریل برای طراحان بازی اینه که هر کسی میتونه اون رو مرتبا بروز کنه و ارتقا بده و تام هم از این ویژگی استفاده کرده. اون فرودگاهی رو که امروز داشتیم توش تمرین میکردیم از بازار آنلاین خریده بودیم. فکر کنم 50 دلار بود. در مرحله بعدی اون رو بهینه سازی کردم تا مناسب نیاز این افراد بشه. ظرف یه روز یه فرودگاه برای سافت تک آماده کرده بودیم که فکر میکنم احتمالاً برای نیروهای دفاعی جدیده و به تکرار انقدر سریع یک فرایند عادت ندارند. این نوع توسعه سریع به این معنی که میشه برای هر ماموریت یک محیط مشخص ایجاد کرد. دیگه وقتش شده که با تاکتیک های نظامی تازه آموخته در واقعیت مجازی وارد فاز حمله بشیم. حالا وقتشه که حقیقت آشکار بشه. آیا چیزایی که توی واقعیت مجازی تجربه شدن سرباز رو برای دنیای واقعی آماده میکنن؟ What does enemy weapon? Contact! Enemy down! وقتی گلوله‌ها در واقعیت از لوله تفنگ شلیک میشن، هر اشتباهی میتونه برای سربازان نیروی هوایی مرگبار باشه. برای همین هر چه تمرین کنن بازم کمه و قرار گرفتن در وسط مهلکه خیلی خوب حالیتون میکنه که واقعیت مجازی نمیتونه به طور کامل آمادتون کنه. اما این به این معنی نیست که نمیتونه به عنوان یک ابزار به درد بخور مکمل این تمرین ها باشه. خب بذارید ببینیم حرفه‌ای‌ها چه نظری راجع بهش دارن. راستش من خیلی اهل بازی و واقعیت مجازی نیستم، ولی بعد از 2-3 دقیقه که این تجهیزات رو پوشیده بودم برام روشن شد که واقعیت مجازی میتونه یه ابزار تمرینی خوبی باشه. اما در نهایت تنها یک نفری که باید قانع بشه که واقعیت مجازی میتونه برای نیروهای مسلح ارزشمند باشه و به این منظور باید بریم سراغ بالایی‌ها.
ما در محیط هایی از تمرینات مصنوعی استفاده می کنیم که از نظر عملیاتی امتیاز محسوب بشه. حس می کنم کار از کار گذشته و راه آینده از این مسیر می گذره. این که می خواهیم این فناوری رو بیشتر و بیشتر تو نحوه کارمون ادغام کنیم واقعا هیجان انگیزه. با اینکه واقعیت مجازی هنوز با تجربه واقعی فاصله داره، اما به نظر میرسه که خیلی ها به عنوان یک مکمل خوب قبولش دارن. فاصله مرگ و زندگی در میدان نبرد ناچیزه، پس آمادگی بیشتر از طریق تمرین با واقعیت مجازی میتونه حیاتی باشه. الان دیگه خیلی وقتی که کامپیوترها اونقدی کوچیک شدن که تمام فضای یک اتاق رو نگیرن، اما این وسط یکی هست که تاریخچه کامپیوتینگ یا رایانش رو به شکلی خاص گرامی داشته. سلام، من آلن اودونوهی هم و اینجا تو خونه من در موزه مقوای رایانش هستیم. همه چیز برای من از این مک مقوایی کلاسیک شروع شد. یکی از اولین بارهایی بود که کار با ماوس و رابطه کاربری گرافیکی رو تجربه می‌کردم. من اولین کامپیوتر خونگی اپل مکینتاش رو خیلی خوب یادمه که در سال 1984 استیو جابز معرفیش کرد. وقتی داشتم این نسخه مقوایی رو می‌ساختم، اصلا فکر نمی‌کردم که به ساختن رایانه‌های مقوایی دیگه و بعداً به یه موزه کامل منتهی بشه. و این هم یک نسخه زیبا از بی بی سی میکرو. وقتی قرنطینه شروع شد، مشغول ساختن اینا شدم. به نظرم یه فعالیت خیلی خوبه که میتونه شما رو از جلوی نمایشگر تکون بده و باعث میشه به رایانه و فناوری به شکل دیگه ای فکر کنید. و اگه دوست دارید که نمونه های خودتون رو بسازید، میتونید این برش های کاغذی رو اینترنتی سفارش بدید. من یه چیز کوچک دارم که حافظه داره و از پلتفرم آردوینو استفاده میکنه. یه موزه رایانش جیبی کوچیکه که مردم میتونن دانلودش کنن. و به نظر میرسه که این خلاقیت داره گسترش پیدا میکنه. از وقتی شروع کردم، بعضی از این پروژه ها رو گذاشتم روی اینترنت. بقیه هم الهام گرفتن و خودشون شروع کردن به ساختن با کیک یا لگو. فناوری الهام بخش لازم نیست که فقط با تراشه و برنامه ساخته بشه. باید مراقب باشیم که زیادی خودمون و بچه‌هامون رو با فناوری زیر فشار قرار ندیم. هر از چند گاهی کامپیوتر رو کنار بذارید و ببینید توی چهار دیواری خونتون چی میتونید درست کنید. البته شک دارم بزرگترین قطعه موجود در موزه خانگی آلن توی خونه من جا بشه. یک تکه از چیزی که به عقیده خیلی‌ها اولین رایانه دیجیتال الکترونیک و قابل برنامه‌ریزیه. خیلی مقوا استفاده شده. در جریان جنگ جهانی دوم، پارک بلچلی مقر رمزگشایان بریتانیایی بود. اونا تونستن پیام‌های رمزگذاری شده آلمانی‌ها رو که از برلین به جبهه جنگ فرستاده می‌شد اونجا رمزگشایی کنند و بعضاً سرنوشت جنگ رو در بسیاری از موارد تغییر بدند. اما علاوه بر اینها، اونجا مقر یک کامپیوتر معروف هست که امسال تولد 40 سالگی چه. This is the very latest, the BBC microcomputer. این رایانه ها در دهه 80 به بازار عرضه شدند تا بچه ها رو جذب برنامه نویسی کنند و موفق هم شدند. شرکت سازنده اونها ایکون کامپیوترز بود که در نظر بعضی ها معادل اپل برای بریتانیا محسوب می شد. حدود 1.5 میلیون دستگاه ساخته شد و به لطف یارانه که دولت بهش اختصاص داد، در بیش از 80% از مدارس ابتدایی کشور نصب شد. تام مسئول بی بی سی میکرو در موزه ملی رایانش در پارک بلچلیه و برامون از علل موفقیتش گفت. یه زبان برنامه نویسی خیلی خوبی بر خودش داشت به نام بی بی سی بیسیک که باعث میشد هم برای آموزش مفید باشه و هم برای صنایع. در این حال وقتی به بازار عرضه شد، یکی از سریع ترین رایانه های موجود بود. نه تنها چند فرسنگ از رقیبان خودش جلوتر بود، قیمتش هم خیلی پایین بود.
موزه از علاقمندان بازی‌های رایانه‌ای سراسر کشور دعوت کرده تا در میکرولمپیکس شرکت کنند. فرصتی برای لذت بردن از بازی‌های کلاسیک بی بی سی میکرو مثل رپتون، سیتادل و الیت که روی امولاتور یا برابرسازهای اینترنتی اجرا میشن. البته هیچ شباهتی به امثال فورتنایت و روبلاکس ندارند، اما به بچه‌ها فرصت میدن تا با بازی‌های والدینشون در دهه 80 آشنا بشن. They're very different, like the overall concept, and also just the controls, so you got to be more focused. I normally play like games like Mario Kart, like the graphics were quite different. It was a lot more simplistic. Also like the sounds, but it was still just as interesting and just as fun. I found the controls quite difficult. Very. I thought they were quite random. Like you have Q, S and T, which are far apart on the keyboard. جانشین این رایانه یعنی بی بی سی میکرو بیت و نسخه دومش که در ماه اکتبر رونمایی شد، هزاران کودک و بزرگسال را جذب برنامه نویسی کردند. پس میشه گفت که میراث این کامپیوتر معروف بریتانیایی همچنان ادامه داره. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید، منشونی bbcpersian.com/click، از طریق یوتیوب بی بی سی فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی ما اونجا در دسترس هستن. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد با موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.